بسم الله الرحمن الرحیم. به برنامه آن سوی شب نبرد با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در این برنامه قرار است که در مورد حامیان مالی در ترویج ورزش نه تنها در افغانستان بلکه به صورت بین المللی قرار است بحث بکنیم. در بخش های اول و دوم که مهمانان بسیار عزیز را با خود می داشته باشیم، در بخش اول آقای حامد علمی نویسنده و پژوهشگر بسیار مطرح افغانستان با ما می باشند و همچنان در بخش دوم آقای سایر زلاند با ما می پیوندند. خوب است که بخش اول را از این لحظه آغاز بکنیم. آقای علمی به برنامه خوش آمدین. سلام بر شما، زنده باشین. علمی صاحب، در کل کشورها اکثرا حامیان مالی نقش بسیار برازنده در جهت ترویج ورزش داره. شما علت کمبودش در افغانستان در چی میبینین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله ورزش، ورزش در کشور میتونیم بگیم که زادی عوامل یا بستگی به عوامل چندینگانه داره، که یکی فرهنگ کشور است، دوم آب و هوا و اقلیم و این مسئله است، و مسئله عمده تر مسئله بنیه مالی و اقتصاد کشور است. کشورهای معظم دنیا که امروز در سطح بسیار بلند ورزش رسیدن، مدالای فراوان و یک سرمایه گذاری هنگفتی را چی از طرف حکومت، چی از طرف نهادها، چی از شرکت ها و بالاخره مردم درای ورزششان سرمایه گذاری کردن و تانستن ورزش پیش. چون میکنه ورزش، هر قدم ورزش پول مصرف داره، هر وسیلی که شما میخرین یا باش اقدام میکنین، هر برنامه که شما میدهشین باید پول داشته باشین. کشورهای دنیا ابتکارات جالب را انجام دادن و طبعا کلاب ها یا باشگاه های بزرگ دنیا ابتکارات دارن و دست به دنبال کسب سرمایه هستن. یک مسئله فراموش نکنیم، تقریبا هر فدراسیون به دفاتر بسیار بزرگ برای بازاریابی دارن و مثلا که مارکتینگ که متاسفانه در باشگاه های ما کمتر دیده میشه، در ورزش ما کمتر دیده میشه. از یک طرف وضعیت خود مردم، اگر ما ارقام، خب ما نمیخوایم کشور خود مقایسه کنیم با برتانیا ولی یا با اسپانیا، اگر فقط یک فوتبال ما مثال بدیم، ببینین همین تیم منچستر یونایتد که ما شما هواخواهیش زیاد در کابل داریم، از تقریبا 53 میلیون پوند سالانه از متصادی شوارلایت به دست میاره. به خاطر اون فقط نام شوارلایت که در پیشوی سینه خود حک کردن، ناشته کردن یا پرنت کردن مثلا. به مثل باشگاه چلسی 40 میلیون یورو، 40 میلیون پوند سالانه از شرکت تایرسازی یوکوهاما به دست میاره. یا باشگاه بارسلونا در 3 سال 100 میلیون یورو از قطر ایرویز، شرکت هوایی قطر به دست میاره. این ارقام بسیار درشت است که اینها تونستن. خب ما نمیخوایم مقایسه کنیم، ولی در یک قسمت باید علاوه که شرکت ها باید سهم بگیرن، مردم باید سهم بگیرن، حکومت باید سهم بگیرن، خود از یک خود جامعه ورزشی باید یک قسمت، خودم ریاست المپیک ما یا ریاست تربیت بدنی یک بخش بسیار عظیمی را باید به بازاریابی یا مارکتینگ، یا این روز مارکتینگ نه تنها در مسئله ورزش که در سایر مسائل هم در رسانه ها تا مارکتینگ یک مضمون است، یک مضمون اختصاصی است که در این مدام تحصیل میکنن، حتی میشه لیسانس و فوق لیسانس این میگیرن، چه قسم مارکتینگ، چه قسم تیوری های مارکتینگ معرفی کنن. در اینجا است که ما باید این را باید تایید کنیم و یک اقدام قوی را باید برداریم، یک قدم قدیم باید برداریم. ولی یکی این کار میکنه، هنوز هم دی مسئله، چون مخاطره که نهادها در افغانستان به هم پیچیده است که نمیفهمیم که کام نهاد یا وزارت یا دولت یا کانون کلان دیگه باید اقدام کنه، ولی باید اقدام کنه، غیر از او ورزش پیش نمیره در افغانستان. بسیار خوب، و مثال بسیار خوب را که ما میتونیم داشته باشیم، فعلا برنامه آن سوی شب نبرد است که کلا در مورد ام ام ای است و هر هفته شما شاهدش بودین، و فوتبال افغانستان هم اکثرا در بخش مارکتینگش بسیار خوب بوده، کرکت افغانستان بسیار خوب بوده، عالی بوده، هم از آی سی سی و هم از خود نهادهای افغانستان که شرکت های خصوصی هست حمایت بسیار کلان به دست میاره. چرا دیگه فدراسیون ها الگوبرداری نمی کنن از کرکت و فوتبال ام ام ای؟ شاید یک مسئله ظرفیت هاست که در هر فدراسیون یک ظرفیتی که در دیگه فدراسیون وجود داره، در کرکت وجود داره، دیگه فدراسیون نیست واقعتش. یک مسئله است. دوم مسئله که بسیار مهم است، در این قسمت من فکر میکنم باید یک نهاد دولتی به سطح عالی دولتی یک نهاد تشکیل شده. اتفاقا ما زمانی که در
خدمت رئیس جمهور بودیم، گپا رو پیشنهادم کردیم چند بار هم حتی. من نظر داشتم، آره من نظر دارم که زمانی که یک کمپانی میخواه راجستر کنه خدا، او زمان آیسا بود یا وزارت صادرات یا وزارت تجارت، در اینجا باید گنجانیده شوه که شما کدام تیم حمایت میکنین، یا کدام در قسمت پول دن، کدام پول یا رسانه ره یا ورزش هم. ببینید زمانی که مرحوم محمد داود رئیس جمهور بود، در اونجا واقعا ورزش یک رشد داشت، نمیده چشم پوشی کنه، خصوصا فوتبال و پهلوانی و حتی بسکشی. مرحوم محمد داود خان نهادها را میخواستشان و بشان توصیه میکرد، اگر چیزی کتبی ندهیم که قوانین کم لاحیه را پاس نکرد، ولی توصیه میکرد که شما باید در راه ورزش یک نوع سرمایه گذاری کنید. در اون زمان بوده که مثلا مثلا یک تیم برام تیم بانک کابل بانک باش افغانستان بانک مثال مشهور بوده، ما خودم در تیم پانتون کابل بودم که اتفاقا افتخار عضویتش داشتم و سه بار در مسابقه قهرمان شد، و مثلا تیم شاروالی نیرومند مربوط شاروالی کابل بود. این نهادهایی که کم و بیش یک اندازه پول مثلا سردستی داشتن یا یک پول داشتن و یا مثلا ولایت ها را تشویق میکرد که شما یک تیم ورزشی در کنار خود داشته باشید. حال باید است دولت باید دقیق سر باید، چون کشورها در حال کشور ما در حال رشد در حال نهادینه نشده مسائل ما، باید هم از نگاهی ظرفیت بده کمک کنه به فدراسیون. حال ما میفهمیم مثلا بهتر بزن فدراسیون بسکشی ممکن است شخصی نداشته باشه که در قسمت مارکتینگ کار کنه، ولی وزارت یک از وزارت های مهم وزارت اقتصاد یا وزارت دیگه یک میتونه یک مشاوره بش روان کنه تا دوری برنامه باشن بسازن. ما در قسمت مارکتینگ، در قسمت استراتژی ما مشکل داریم، چون به خاطر ظرفیت نداریم که به یک فدراسیون استراتژی بسازه، استراتژی 5 ساله 10 ساله 15 ساله. خب این ظرفیت از چه کنیم؟ ظرفیت اگر از بازار مارکت آزاد خریداری کنیم، پولی بسیار که گزاف شاید واسه نداشته باشیم، مثلا ما شاید یک کسی نداشته باشیم میای بر ما استراتژی بر ما جور کنه که در 10 سال ورزش بسکشی بود کجا میشه، ورزش والیبال بود کجا میشه، واسه کس نباشه، بشه باشه باشه با کارهای دیگه مصروف هستن. برای دولتی وظیفه‌ش هست که همون که در قسمت ساختن سرک و پل و بند و انهار یا میخواین متخصص میخواین مشاور میخواین یک قسمت سرمایه گذاری کنن، یک قسمت بخش اعظمش اختصاص بده و این پسانی مسئله یه البته یک مسئله است که اول سرمایه گذاری بعد پول میایه. علمی صاحب یک سوال دارم، در افغانستان چند دانه ماستر ورزش ضرورت است به نظر شما و چند دانه دکتر ورزش تخصصی ماستری ورزش داشته باشه از کشورهای بیرونی؟ خب ما زمانی که یک زمان میخواستیم ما در المپیک لندن در 2012 مگایت بود رفته بودیم، چیزی که از ما پرسان کردن که امی مینیوی غذایی بازیکنان در برنامه بیاریم، چیز به ما نبود. پس ما کاملا در افغانستان که خود کسادید در تمام افغانستان یک نفر فقط در این مسئله رشته تحصیل کرده ماستری داره، او هم در یک مسئله یک بخشای مسئله خارجی بگویم بهتر جایش نگویم مصروف کار است. خب شاید ممکن 3000 4000 5000 دلار ماش باشه، آیا المپیک رو پشت پول داده میده؟ نمیتونه، بنابراین رفته کار دیگه میکنه. یک زمان جناب آقای شهزاد یک زمان ما وزارت پلان داشتیم، وزارت پلان در کار خب کار میکردی بود که زمانی که با بورس ها روان میکرد تقسیمات به چند نفر کام رشته بودم، متاسفانه بازی که وزارت پلان از نظر اقتصاد آزاد از مسائل دیگه از بین بردن، وزارت پلان وزارت اقتصاد آورد که با همون مسائل ماند، ده ها مثلا مانده. شما امروز بگید ده ها رشته ای کسی که بس آنقدر ما لیسانس ها و موسسه داریم که بخیر سر کرده و در بعض رشته‌های ده ها رشته کسی که حتی یک نفرم نداره، خب یک توازن در تحصیلات بدی از علمی صاحب که در کل مملکت افغانستان حتی یک نهاد نیست که ماستری ورزش فارغ بته، در شرایط که کل کشورهای همسایه ما ماستری ورزش، مدیریت ورزش و تغذیه ورزش درش درس داده میشه. ده ها رشته حالا تمام بی آقای شهزاد این مسائل علمی و اکادمی بسیار در حالی اختصاصی شده، یک زمان نمیفته متخصص زراعت هست، حالا فقط یک نفر پیجی ته بخاطر یک برگ درخت سیب به این اندازه اقتصاد شده. دبیره و ورزش با این وسعتی که داره مختلفش، چی ما مثلا به طور مثلا سپورت پروموتر که میگن ما در افغانستان شاید یک نفر نداشته باشیم، یعنی مارکتی میکنیم، یا وقتی ما ضرورت پیدا میکنیم که بازیکنهای خود در رشته که شما نامشه میبرین بازیکنهای ورزشی خود بدید به مارکتهای جهانی به فروش بزنید. امروز یک احصایه رو من خواندم چند وقت قبل که برازیل یکی از بازیکنهاش نامید که 7000 فوتبالر برازیل در اروپا بازی میکنه، 7000 بازیکن نشسته که از چه وقت شروع شده؟ زمان پلیو شاید پیشتر شروع شده باشه یا جرزینهو یا قبل از شروع شده باشه یا دیدی
که وی آقای که پاسال اما قدر لیگای که در اروپا رشد کردن در برزیل رشد نداشت. به خاطر برزیل آید بسیار بزرگش. برزیل کشوری است که سبی ورزش و جهانگردی آیدات فراوان برش میاد. برابر تمام ورزشکار 7000 که در یک لیگ بگه میلیون دلار به کشورش آید میشه. بله. سرمایه سرمایه‌گذاری کرد، سرمایه‌گذاری. این مدل ها در دنیا هست که نیست چیزی نو باشه. بهتر است که ما الگو برداری کنیم استفاده اول کنیم. اول به نظر زبیجان که ببینه که این مسئول از کی است. کی باید کار بکنه؟ متاسفانه در بعض دولت ما در ساختار دولت است که ده ها وظیفه است که نمی‌فهمه که مربوط کی است. و ده ها وظیفه است که در بین شش وزارت همزمان اون کار را میکنه. تشکر علمی صاحب، بحث بسیار خوب داشتیم. انشاءالله که ورزش افغانستان از این حالت انشاءالله که مبرای به زودی بخیر. سلامت باشید. وقفه کوتاهی را می داشته باشیم. پس از وقفه کوتاه آقای سایر زلان رئیس فدراسیون خبرنگاری ورزشی افغانستان با ما میپیوندند. با ما باشید. خب به بخش دوم برنامه خوش آمدید. آقای سایر زلان رئیس فدراسیون خبرنگاری ورزشی افغانستان با ما هستند. آقای زلان خوش آمدید به برنامه. سلام، تشکر، بخیر باشید. سلامت باشین. زلان صاحب، در مورد اهمیت ورزش از طریق رسانه ها یعنی میتونیم که به شکل بسیار خوبش بر مردم بفهمانیم که ورزش چقدر اهمیت داره و شما که رئیس فدراسیون خبرنگاری ورزشی افغانستان هستین چقدر تا به حال از طریق فدراسیون و همچنان رسانه‌هایی که موجود است در افغانستان اهمیت ورزش و اهمیت حامیان مالی بر مردم و شرکت‌های خصوصی تفهیم شده؟ خب تشکر میکنم. دو موضوع مختلف است اینجا، یکی حمایت از طریق رسانه‌هاست و یکی روابط از طرف ادارات ورزشی افغانستان است که خوشبختانه تا بیشترین حد رسانه ها کوشش کرده در بخش بهبود ورزش افغانستان، در بخش توسعه ورزش افغانستان و به خاطر بازاریابی برای ورزش افغانستان، یعنی بسیار میاد دارم تورنمنت های بسیار خرد در افغانستان بود که رسانه ها او را نشر میکرد، گزارش میداد. و یکی رابطه پس ادارات ورزشی است که ادارات ورزشی چطور از رسانه ها استفاده باید بکنه که متاسفانه تا به حال اکثریت ادارات ورزشی ما از رسانه ها به شیوه ای که لازم است مستفید نشده. دیدگاه شما چی است؟ تا چی اندازه فعلا شرکت های خصوصی به این عقیده رسیدن و به این نتیجه رسیدن که اگر سر ورزش و ورزشکار سرمایه گذاری کنند پیسیشان حیف و مایل نمیشه و قطعا دو برابر و حتی ده برابرش به دست میارن؟ چقدر راضی هستین از شرکت ها؟ شرکت های خصوصی بیشتر فعلا ورزش برش یک زمینه بسیار خوب است بخاطر سرمایه گذاری در ورزش و یک مارکتینگ خوب است، چون تنها چیزی که در افغانستان به دید مثبت دیده میشه او ورزش است و ورزش است که مردم متحد میسازه. یعنی بیشترین یکی از مثالش شما میتونید که اتک را بگویید که فعلا برنامه شما را سپانسر کرده یا شب نبرد را سپانسر کرده. مدیریت بهتر در یک اداره ورزشی میتواند که شرکت های دیگر را نیز جذب بکنه و زمینه سازی بکنه برای جذب سرمایه گذاری در بخش ورزش مربوطه ایشان. اکثرا شرکت های کلان خصوصی در افغانستان استفاده ابزاری میخواین از چهره ها بکنند. به طور مثال قهرمان های بزرگ ورزش افغانستان از جمله رولای نکپا، نصار بهاوی، آقای یاسین قادری و همچنان فوتبال افغانستان، کرکت افغانستان و در یه آخر ام ام ای افغانستان کلا وقتی که میبینن دستاورد داره او وقت باز میرن به طرفش. اما پیش از اینکه ورزشکارا دستاورد داشته باشن اگر بخواین که به بار ثواب یک فدراسیون یک رشته ورزشی را حمایت بکنن نمیکنن. میمونن که خوب خود اون ورزشکار که یک نابغه هم تو میایه پیدا میشه، افتخار میگیره، باز وقت خانه نشین میشه یا در جریان تمریناتش میباشه از او حمایت میکنن، اما وقتی که در جریان که لازم است که باید اسپانسر کنن و حمایت کنن نمیکنن. به نظرتون این رقم دیدگاه از شرکت ها خوب است، مناسب است؟ یک چیز باید واضح بگویم که شرکت های خصوصی هیچگاه به خاطر یعنی فقط او منافع شرکت خود را در نظر میگیره و وقتی که زمینه بازاریابی برایشان مساعد باشه او وقت سرمایه گذاری میکنه. یعنی قطعا این معمرایتان موافق هستم و این یک چیزی است که واقعیت داره. پس برمیگرده به فعالیت یک اداره و به فعالیت یک فدراسیون یا نهاد ورزشی ما
همین چیزی که فعلا یک شرکت میبینه که فعلا یک قهرمان مدار ما او را باید سپانسر بکنیم، ای را باید کل مصارف خود قهرمان میکنه، زحمت و کل تلاش میکنه، مگم داخل ای را باید قبل برش فهمانده شوه که اگر شما سپانسر میکنین یا همکاری میکنین یا کمک میکنین، جایگاه ای ورزشکار در ایجا میرسه و وقتی که به ایجا میرسه شما من حیث پارتنر هم رای ما میباشین، پس مستقیما ای بر میگرده به همکاری و همو پارتنرشپ شما. یعنی بسیار کم ما ادارات داریم و از این خاطر اکثریت فدراسیونای ما رشد نکرده تا به حال، بسیار اندک فدراسیون ما داریم که او رشد کرده و دستاوردهای چشمگیر داره. پس ما گفتم میتونم که اگر ما میخواهیم یک حمایت قوی مالی داشته باشیم باید یک پلان داشته باشیم و طبق پلان امرای شرکت ها پیش بریم، از پیششان کمک بخوایم، همکاری بخوایم. این به قسمی نمیشه که ما فقط از او کمک بخوایم، این کمک نیست، این پارتنرشپ است، دو طرفه است. اگر او به خاطر برگزاری یک برنامه برای یک فدراسیون پول میدهد، فدراسیون هم در بدلش یک تبلیغی کلان برشان میکنه، یک بازاریابی کلان برشان میشه و این پس به پلان برمیگرده که یک فدراسیون چقدر میتواند بازاریابی کنه برای یک شرکت خصوصی. یعنی کلانترین مشکل از خود فدراسیون هاست که باید در قبال فدراسیونایشان مسئولیتشان ادا کنند. دقیقا، هر شرکت خصوصی اگر خردترین شرکت هم باشه او تیم مارکتینگ داره که به خاطر پروداکت خود، به خاطر تولیدات خود بازاریابی بکنه و اما یک کسی را میخواد که او قناعت بده او تیم را، اما ای که چه قسم به تیم قناعت داده شود این برمیگرده به فعالیت و پلان های فدراسیون و یا اداره ورزشی که چقدر میتواند او را قناعت بده و پول به خاطر حمایه ورزشکار، به خاطر رشد یک ورزش مخصوص از پیشان گرفته شود. آقای زلان، تشکر از اینکه به برنامه تشریف آوردید. تشکر، زنده باش. بیننده عزیز، این بود بخش دوم برنامه که تقدیم حضورتان شد. این برنامه از طرف کمپانی انرژی درینک اتاک یعنی مشت پرقدرت به شما تقدیم میشه. بخش سوم برنامه را فراموش نکنید. خب به بخش سوم برنامه آن سوی شب نبرد خوش آمدید. خبرهای ورزش های رزمی و MMA آماده نشر است، با هم تماشا می‌کنیم. هفته گذشته UFC 228 به میزبانی ایالت تگزاس آمریکا با حضور داشت بزرگان و قهرمانان این سازمان برگزار شد که در مسابقه مرکزی تایرون وودلی، قهرمان حال حاضر جهان در کاتگوری وزنی 77 کیلوگرم، موفق شد که حریف پرقدرت بریتانیاییش را در راوند دوم توسط سابمیشن شکست بدهد و یک بار دیگر از عنوان قهرمانی جهانی خود دفاع کرد. بدین صورت ریکارد او به 19 پیروزی و 3 شکست رسید که از آن جمله 6 حریف را ناکاوت کرده و 6 حریف دیگرش را توسط سابمیشن شکست داده است. وودلی به تاریخ 30 جولای سال 2016 میلادی توانسته بود که روبی لاولر، دارنده کمربند قهرمانی این وزن را شکست بدهد و خودش تبدیل به قهرمان جهان شد که بعد از کسب آن تا به اکنون در هیچ یک از رقابت خود شکست را تجربه نکرده است و 4 بار از عنوانش به شایستگی دفاع نموده است. خب نوبت میرسه به آخرین بخش از برنامه، زندگی نامی بروس لی پدر MMA جهان و مدی نشر است، با هم تماشا میکنیم. و البته قابل ذکر است که برنامه از طرف کمپانی انرژی درینک اتاک یعنی مشت پرقدرت به شما تقدیم شد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار و ورزشکار باشید. لی جانسون مشهور به بروس لی، رزمیکار، هنرپیشه سینما، فیلسوف، دایرکتر، تهیه کننده فیلم، فیلم نامه نویس، استاد پوهنتون، بنیانگذار ورزش رزمی جیت کاندو و پدر MMA جهان، به تاریخ 27 نوامبر سال 1940 میلادی در منطقه چاینا تاون شهر سان فرانسیسکوی ایالت کالیفرنیا ایالات متحده آمریکا چشم به جهان گشود و اما در هنگ کنگ بزرگ شد. بروس لی از سن 13 سالگی هنر رزمی وینگ چون کونگ فو، یکی از سبک‌های ووشو را نزد یپ من در هنگ کنگ فرا گرفت و تبدیل به یکی از بهترین رزمیکاران دنیا گردید. او در سن 18 سالگی دوباره به خاطر ادامه تحصیلاتش به آمریکا بازگشت و از دانشگاه واشنگتن فارغ التحصیل شد. لی اگرچه سبک وینگ چون کونگ فو را فرا گرفته بود،
اما نمیخواست که از یک سبک خاص پیروی کند. بدین لحاظ سبک جدید و منحصر به فرد خودش به نام جان فنگ کانگ فو را در آمریکا آموزش میداد که بعداً آن را به نام جیت کاندو تغییر نام داد. جیت کاندو ترکیب از هنرهای رزمی شرقی و غربی است که شباهت بسیار زیاد به ام‌ام‌ای امروزی دارد. بدین لحاظ اکثریت بزرگان ورزش‌های رزمی دنیا بروسلی را پدر ام‌ام‌ای جهان می‌دانند. او به اکثریت فنون و حرکات ورزش‌های رزمی بلدیت کامل داشت و با انجام نمایشات جالب رزمی در فیلم‌های مختلف هالیوود تبدیل به بزرگترین رزمیکار چینی در جهان شد و اکثراً به عنوان شخصیت ملیگرا در این فیلم‌ها ظاهر می‌شد که نه تنها محبوب دل‌های چینی‌ها شده بود بلکه در سراسر دنیا به نابغه هنرهای رزمی و سینما مبدل گشت. او را یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌های قرن بیستم می‌دانند. وی با لیندا لی آمریکایی در سال 1964 میلادی ازدواج کرد که ثمره ازدواج آنان دو کودک به نام براندون لی و شانون لی بودند که آنان نیز بعداً هنرپیشه سینما شدند. مرگ او در روزهایی که فیلم بازی مرگ ساخته می شد اتفاق افتاد. دکتران 5 دلیل برای مرگ نابهنگام بروسلی را ارائه کردند که مهمترین آن خوردن تابلت آسپرین بسیار قوی از سوی بتی تنچی که بازیگر نقش اصلی زن در فیلم بازی مرگ بود را عنوان می کنند که علت دادن آسپرین را این بازیگر تایوانی سردردی بروسلی ذکر کرده و دکتران معتقد بودند که لی سرطان نیز داشته و خوردن این آسپرین برای او کشنده ثابت شده است. بروسلی به تاریخ 20 جولای سال 1973 میلادی در سن 32 سالگی چشم از دنیا فرو بست.